ما مکلف به طرز العمل، لایحه، قانون و هدایت های بورد رهبری کمیسیون انتخابات هستیم و در تمام ولایات هدایت داده شده که مطابق هدایت بورد کمیسیون انتخابات و همچنان لایحه و طرز العمل کارهای خود انجام بده. آغاز بازشماری بخشی از آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. اشرف غنی استقبال کرد. عبدالله عبدالله میگوید شمارش آرا قبل از جداسازی رای های تقلبی غیر قانونی است. همینطور در برنامه امشب دعوت از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر اثرگیری غنی‌سازی در فردو. تهران میگوید بازرسان فردا نمونه محصول سانتریفیوژ ها را بررسی میکنند. سازمان الان این امکان رو داره 5%، 20%، 60%، هر درصدی رو تولید بکنه. این ظرفیت در کشور ما الحمدلله وجود داره. 30 سال از فرو ریختن دیواری گذشت که برلین را دو پاره و جهان را دو قطبی می کرد. گرامی داشت سالگرد رویدادی که جهان را تغییر داد. و شکست شوروی در افغانستان چه نقشی در آغاز دومینوی فروپاشی بلوک شرق داشت؟ در این باره با سفیر افغانستان در سوئیس صحبت می کنیم. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. درست 40 روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می‌گذرد. نه تنها برنده روشن نیست که سوال‌های زیادی مطرح است. تازه امروز تصمیم گرفته شده که بازشماری 1/3 از صندوق‌های رأی در 32 ولایت افغانستان شروع شود. کم و کیف بازشماری اعتراض 3 نامزد مطرح را برانگیخته، از جمله اعتراض شدید عبدالله عبدالله را. آنها می‌گویند روند اعتباردهی به آرای تقلبی کلید خورده. آنها نتیجه را نمی‌پذیرند. انتخابات و صندوق رأی را برای حل مناقشه‌های سیاسی تعیین کردند، ولی چرا صندوق رأی به مناقشه و جنجال دیگر در افغانستان تبدیل شده؟ بالاخره کمیسیون انتخابات چه می‌کند؟ نامزدهای اصلی چه گزینه‌هایی دارند؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از روین رهنوش. تلاش برای به کرسی نشاندن تصمیم تازه. کمیسیون میگوید شمارش دوباره بخشی از آرای انتخابات تا ساعات دیگر شروع می شود. بازشماری که سرنوشت حدود 3000 رأی اختلافی را مشخص می کند. کمیسیون مستقل انتخابات ظاهرا همه آمادگی ها را برای بازشماری آرای 8500 محل رأی دهی در 34 ولایت افغانستان گرفته. مواد حساس بازشماری اینجا در مرکز کمیسیون دستبندی می شود و بعد از انتقال به ولایات بازشماری آرا آغاز می شود. 3 دسته انتخاباتی از ناظرانشان خواسته اند در روند نظارت بر بازشماری اشتراک نکنند. خواست تیم ثبات و همگرایی اول تفکیک آرای پاک از تقلبی و بعد بازشماری. تقاضای تیم صلح و عدالت اسلامی بازشماری تمام آرای انتخابات. تیم امنیت و عدالت هم خواهان اعلام اطلاعات کامل آرای بیومتریک شده پیش از بازشماری. کمیسیون بی توجه به مخالفت ها اصرار دارد به کارش ادامه می دهد. ما مکلف به طرز العمل، لایحه، قانون و هدایت های بورد رهبری کمیسیون انتخابات هستیم. ما مطابق از کارهای خود انجام میتیم و در تمام ولایات هدایت داده شده که مطابق هدایت بورد کمیسیون انتخابات و همچنان لایحه و طرز العمل کارهای خود انجام بده. قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 3 هفته پیش 27 میزان اعلام شود. کمیسیون نتوانست به وعده اش عمل کند. از مردم معذرت خواست و تقویم جدید اعلام کرد. 23 عقرب، تقویمی که هنوز در مورد عملی شدن آن شک و تردیدهای وجود دارد. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. در این باره با 2 میهمانمون در کابل تا دقایق دیگر صحبت میکنیم، با علی احمد عثمانی رئیس ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله و داوود سلطانزوی از ناظران ستاد انتخاباتی دولتساز به رهبری اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان. گفتگوی داشتیم با علی افتخاری از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. ابتدا از آقای افتخاری پرسیدیم که اصلا نتایج کی قرار اعلام بشه در این وضعیت؟
نتایج مقدماتی هرچند به اساس تقویم از قبل اعلان شده در تاریخ 23 قرار است اعلان شود، اما متاسفانه ما یک سری آسیب های در روند کار کمیسیون داشتیم. امیدوارم که ما را دچار آسیب نسازه. فعلا امروز ما روند بازشماری را شروع کردیم، تلاش داریم که تا زمانی که از قبل تعیین شده ما بتونیم که نتایج مقدماتی انتخاباتی را اعلان بکنیم. یعنی 5 روز دیگه؟ بله. خب 2400 محل از 24000 محل وارد پروسه شمارش شده، 10% تقریبا، در حالی که خود شما هم در بیانیه‌تون نوشتید که درباره این محل‌ها مسائل و سوال‌های جدی مطرحه. چرا؟ البته اعلامیه شامل اعلامیه قبلی هست. این محلات محلاتی هست که قبلا در قوانین طرز العمل و لوایح مربوط به انتخابات یک سری معیارهای تعریف شده که به اساس از او باید این محلات به بازشماری و تفتیش بره، که باز به تفکیک یک تعداد زنا تنها به بازشماری نیاز است و یک تعدادش باید مجددا تفتیش شود تا صحت سقم ایارا برای کمیسیون تشخیص شود که آرای درست و آرای نادرست کدام است. یکی از ستادهای انتخاباتی مخالفن، قطعا مخالفن، میگن که بر اساس طرز العمل ها، بر اساس قوانین موجود، به دلیل اینکه بسیاری از این آرا اونطور که خودتون هم نوشتید در دستگاه های بیومتریک ثبت نشدن، باید از شمارش کنار گذاشته بشن. این موضوعاتی که مطرح میشه در هیچ جای قوانین و طرز العمل های و لوایح مربوط به انتخابات جا نداره. کمیسیون به خاطر از اینکه اینمی موضوع را در واقع آرای سفید سیار جدا بکنه، باید مراجعه شد به صندوق و این در قانون، در لوایح مربوط به انتخابات بسیار صراحت داره. اینا میتونه ادعا جز پیشداوری های باشه که در مورد کار کمیسیون میشه، چون از طرف کاندیدای محترم یک لایحه را به نام اصول رفتار قبل از اینکه به پروسه انتخابات برن در جریان ثبت نام برای این پروسه امضا کردن که ماده 11 یا بند 11 از این بسیار واضح هست که اینا تعهد سپردن که به تمام قوانین و مقررات مربوط به انتخابات احترام میگذارن. کمیسیون هم تلاش از این داره که آرای سفید و سیار جدا بکنه، اما تا زمانی که ما به صندوق مراجعه نکنیم و آرای سفید و سیار تشخیص نکنیم، ما از کجا به حتی ملاحظاتی خود ما داریم و تشخیص کردیم این از بر چی اساس، بر چی معیار ما ایره؟ خب ولی آقای افتخاری، دیگر شما نوشتید که در 1287 محل رای دهی دستگاه های بیومتریک، کارت حافظه و معلومات بیومتریک موجود نبوده یا به مرکز منتقل نشده. مشکل هست اینجا، مسئله وجود داره و بعد اینا رو شما دارید میشمرید یا در بازشماری وارد کردید. ما به خاطر رفع همی به مسئله، به خاطر شفافیت موضوع میخواییم به صندوق مراجعه کنیم. ممکنه بسیاری از همی دستگاه ها داخل ما صندوق هایی که در ولایت هست ممکنه باشد، اما وقتی ما ایر شامل ساختیم به این معنا نیست که اینا آرای پاک هست یا همهشان آرای در واقع سیاه هست. ما بعد از اینکه تفتیش و بازشماری ما ختم شد، ما میتونیم که در واقع نتایجی برآمده از کار تفتیش و بازشماری را بگویم که چی تعداد از این ارقامی که ما در موردش نگرانی داشتیم، شرکای انتخاباتی در موردش نگرانی داشت، چقدرش آرای درست است و چقدرش آرای نادرست است. اما حالی که ما هنوز هیچ به صندوق مراجعه نکردیم، در واقع به اساس همون معیارهایی که از قبل تعیین شده در مورد آرایی که ما در مورد از اون ملاحظه داشته باشیم، هنوز هیچ معیار نیست که تشخیص بکنه. قضاوت کردن در مورد از هنوز خیلی زود است، چی از طرف شرکای انتخاباتی، از طرف مشاهدین، ناظرین ملی و بین المللی باشه و تکیتای انتخاباتی باشه. و بسیار خیلی خوب است که همکارا و شرکای انتخاباتی ای اجازه و ای فرصت برای کمیسیون انتخابات بدن که کمیسیون مطابق و قوانین و مقررات مربوط به انتخابات کارش انجام بدن.
بعد از او اگر اشکالی در کار کمیسیون وجود داشت، منطق اعلان مقدماتی است که اگر کار اشکالی در کار وجود داره، اونا میتونن اعتراضشان در قالب رسمیات در کمیسیون شکایات انتخاباتی که در واقع محکمه انتخاباتی است میتونن درج بکنن که تا اعلان در اعلان نهایی این موارد در واقع لحاظ شود. در هر صورت سه کاندید مطرح اعتراض دارن، حتی حرف از تحریم همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات است. چه کار میکنید در این حالت؟ کمیسیون پیش از اینکه اجازه از کاندیداها شرکای انتخاباتی بگیره، اجازه از قانون و قانون انتخابات و لوایح و مقررات این روند میگیره و در اونجا عذرخواهی میکنم، در اونجا در واقع قوانین و مقررات بسیار صراحت داره که در موردی که ممکنه نگرانی ها و ملاحظات وجود داشته باشد، کمیسیون باید مراجعه بکنه به صندوق چی او تفتیش و با شماری باشه یا مسائلی غیر از او. تا زمانی که ما مراجعه نکردیم به صندوق، در واقع اونمو نگرانی هایی که ما داریم یا تیکیت های انتخاباتی داره رفع نخواهد شد. علی افتخاری بود از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. علی احمد عثمانی رئیس ستاد انتخاباتی ثبات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان هم با ما هستند. آقای عثمانی قبلا وزیر آب و انرژی افغانستان هم بودند. آقای عثمانی، تیم شما، تیم ثبات همگرایی معترضه. به معنای این است که شما ناظران خودتون رو فرا می‌خوانید و از این به بعد روند رو تحریم می‌کنید؟ سلام بر شما و همچنین بینندگان عزیز. بله، اگر کمیسیون حاضر نشه مطابق قوانین و لوایح و طرز العمل هایی که خودشان تثبیت کردن و حتی از طرف خود کمیشنرها اعتراض شده بر یک عمل های برخی دیگه از کمیشنرها، اگر حاضر نباشه این قوانین رو تطبیق کنه، طبعا ما حاضر نیم خلاف این قوانین و لوایح و طرز العمل ها دیگه با این کمیسیون به خصوص در بخش شمارش ها رو همکاری داشته باشه. معناش اینه که شما نتیجه رو نمیپذیرید؟ ببینید، بحث ما امروز سر تطبیق قوانین است. ماده 19 و بند فقره 2 قانون انتخابات بسیار سری میگه که آرای غیر بایومتریک باطل است. دیگه هیچ در اینجا هیچ بحثی وجود نداره. کمیسیون شکایات انتخاباتی هم بلافاصله بعد از اعلام نتایج اعلان کرد که آرای غیر بایومتریک پذیرفته شدنی نیست و ما هم گفتیم که آرای بایومتریک خط قرمز ماست و ما مطابق همین قوانین موجود، همین طرز العمل و همین لوایح ما به انتخابات رفتیم. امروز اگر قرار باشه اینا شکسته بشه، ماده 19 هم فقره دوم و همچنین در لوایح به این موارد بسیار سریع، بسیار روشن، بسیار واضح اشاره شده که آرای غیر بایومتریک باطل است. امروز اینا خب میخوان با شماری ای را آرا برن. خب آقای عثمانی، اینا که نگفتن آرای غیر بایومتریک رو به رسمیت میشناسن، اینا میگن که حدود 2400 صندوق مشکوک بررسی میکنن. آقای افتخاری حرفش این بود که خیلی زود قضاوت، باید نگاه بکنن ببینن که درسته یا غلط. ما قضاوت نکردیم، قانون در اینجا قضاوت کرده و گفته آرای غیر بایومتریک باطل است و این 2423 صندوق به آنچه که در سرور آمده، آنچه که قبلا خود کمیسیون، اطلاعات خود کمیسیون نشر شده و شرکت درملوک نشر شده، بخش زیادی از این صندوق ها غیر بایومتریک است. خب چی دلیلی داره برای بازشماری؟ خب اگر نمیخواین اینها کارهای تقلبی ره. بله، همین بخش بله. زیاد باید بررسی بشه. بالاخره همش که نیست. کدام خب شما اشاره کردید، اینها میگن که ما ناظران، مشاهدین و متخصصان خودمون رو میفرستیم نگاه میکنند. خب این بخشی که غیر بایومتریک هست که میخوان بشمارن، مربوط به آرای، مربوط به دستگاه های و چیپ های گم شده است. آنچه که خب او یک بحث جداست. آنچه که چیپ نداشته، آرای غیر بایومتریک است، آرای سیاه است، آرای تقلبی است، آرای فاسد است، آرای باطل است و کمیسیون هم خودش قبلا به این اشاره کرده. حتی در همه فیصله که اینا صادر کردن، یکی از کمیشنرها صریحا اشاره کرده که این مخالف فلان ماده قانون، مخالف فلان ماده طرز العمل
و اینا میخوان که علی رغم اینکه خلاف قانون است مطابق اشاره خودشان خلاف طرز العمل هاست بازم برن به اشاره ای آرای سیاه و آرای باطل شده مشروعیت بدن. ولی یک خوبی ما در بحث کمیسیون انتخابات میبینیم که قبلا در فیصله هایی که چند روز صادر کردند تعداد زیادتری از کمیشنرها این فیصله ها را امضا کردند، فیصله های خلاف قانون است، اما روز به روز کم شده میره. کمیشنرهایی که قبول ندارن این فیصله ها زیاد شده. شما دیدین که در همین فیصله دو نفر از کمیشنرها امضا نکردن و یک نفر از کمیشنرها اما شدیدن اعتراض خود خب ولی بقیهشون امضا کردن، بقیهشون همراهی کردن. در هر صورت کمیسیون مستقل انتخابات مرجع قانونی رسیدگی به انتخاباته. شما این مرجع رو الان قبول نداری؟ منظورتون اینه؟ ببینید ما این مطلق گفتم هیچ وقت قضاوت نمی کنیم، اما مقید به قیدها قضاوت می کنیم. این عمل کرده رو میگم قبول داریم، این عمل کرد قبول نیست. این عمل کرد مخالف قانون است. ماده 19 بسیار سری میگه در حضور خود کمیشنرها. دو سه روز قبل ما بحث مفصل داشتیم، حدود 5 صفحه از طرز العمل ها و لوایح خودشان قبلا او را قبول کردند، به حضورشان بیان کردیم، راجع به هیچ کدامشان جواب منطقی نداشتند. اما در آخر بازم خواهششان این بود که بیایم بریم اینو بازشماری کنیم ببینیم چی بیرون میشه. ما همه قانون را قبول کردیم، همه طرز العمل را قبول کردیم، کدام طرز العمل دیگر ما قبول نداریم. مطابق همه قانون انتخابات ما به انتخابات رفتیم و همه مواد در پذیرفتیم. اگر این مواد قرار بود پذیرفته نشه، خب در همون ابتدا به ما میگفتن، ما تصمیم خود رو میگفتیم. خب کمیسیون میگه که اونها هم انتخابات اشتراک نمیکردن، مطابق همین قوانین و مطابق همین طرز العمل جلو میرن، نگاه میکنن. اگر هم احیانا شکایتی وجود داشت، کمیسیون رسیدگی به شکایات در آخر رسیدگی میکنه. تیم شما گفتن که سعی میکنن موضوع از طریق مسالمت آمیز حل بشه. اگر از طریق مسالمت آمیز به قول شما حل نشد چیکار میخواید بکنید؟ ببینید رفتارهای کمیسیون در بسیار موارد، البته گفتم با همه قیدها متناقض و متضاد است. به طور مثال در بحث 137,000 رأی که مشکوک وارد شد، اینا 4 توجیه مختلف کردند. در هر توجیه وقتی که نتونستن او توجیه خود را از طریق قانون ثابت بسازن، ما خلاف او را ثابت ساختیم، رفتن به یک توجیه دیگه. این مسائل شک و گمان برمی انگیزه. این که بس مطرح میشه که این خلاف قانون است، قانون مشخص است. فردا ما این قوانین، این مسائل در اختیار رسانه ها، در اختیار ملت افغانستان هم قرار میدیم که کاملا آرای غیر بایومتریک در طرز العمل ها و همچنین در مواد قانون آماده که باطل است. اما اینا میخوان به این موضوع اعتباردهی کنن. خود کمیسیون شکایات انتخاباتی هم بسیار سری گفته که آرای غیر بایومتریک باطل است. وقتی باطل است از یک طرف، از طرف دوم ثابت شده که این صندوق غیر بایومتریک است، کدام دلیل وجود داره؟ چی توجیهی وجود داره؟ چی دلیلی وجود داره؟ برای که به جزی که ما تقلب رو بخوایم مشروعیت بدیم، به جزی که بخوایم از یک تکیت شکست خورده که در هر مرحله که شکست خود رو میبینه میخوایم یک بحران و یک تقلب یک سمت دیگه بره، بخوایم اونها رو اعضای این کمیسیون در یک پروسه معرفی شدند که آقای عبدالله هم در اون دخیل بودند. شما منظورتون این هست که گویا در اینجا اعضای کمیسیون از یک نامزد مشخصا اشرف غنی جانبداری میکنه؟ ببینین در همین موارد مشروعیت دادن به تقلب است. در بحث ما بحث کردیم، در بحث 137,000 رأی ای آرا مشکوک است. در بحث آرای خارج از زمان ما نمیگیم قانون بیان کرده که آرای خارج از زمان باطل است، اینا هنوز حاضر نیستند که آرای خارج از زمان را باطل اعلان کنند. در بحث آرای خارج از موقعیت یا نمو جی پی اس، اینا هنوز حاضر نیستند که او موضوع را اصلا تعقیب کنند، پیگیری کنند. چرا؟ تقلب به نفع کیست و کی دفاع میکنه؟ تنها یک کاندید است که از این تقلب ها دفاع میکنه، از آرای مشکوک، از آرای باطل دفاع میکنه. پس اگر عمل کرده این کمیسیون محترم در راستای منافع امی تیم متقلب و تیمی که در تاریخ هم تقلب داشته، در حکومت هم فاسد بوده، این تیم فساد اخلاقی هم داشته، فساد مالی هم داشته، هیچ نفر پاکر در این تیم شما مشاهده کرده نمیتونیم. اگر در
صدد تأمین منافع تیم نیستن، پس در صدد چی هستن که قانون نمیپذیرن؟ سپاسگزارم از علی احمد عثمانی، رئیس ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله از کابل با ما. و همینطور داوود سلطانزوی، عضو ستاد انتخاباتی دولت ساز به رهبری اشرف غنی از استدیو دیگه ما در کابل با ما. آقای سلطانزوی، شما شاید حرفای آقای جلالی رو شنیدید، حرفای آقای افتخاری رو هم شنیدید. تیم شما طرفدار اعلام شدن نتایج، میدونیم کمیسیون آماده نیست، دلایل زیادی هم وجود داره. چرا تاکید میکنید بر اینکه باید زودتر اعلام بشه؟ تشکر. سلام به شما و بیننده های محترمتون. اول باید عرض بکنم که از این صحبت آخر همی مهمان قبلیتون باید آغاز کنیم که میگن شما از همی قیاس بکنین و بیننده های شما از همی قیاس بکنین که در تیم دولت ساز هیچ فرد پاکی وجود نداره، در حالی که خود از یک وزیر ناکام بوده، یک وزیر شکست خورده بوده و اسناد کافی در ارتباط فساد در مورد خودش وجود داره. و ما شخصا چنگ میتو میشه؟ بله نیستن و شرط اگر نیستن هم از صحبت خود کردن. بله، هر دوی شما آقایون شرطتون این بود که رو در روی همدیگه صحبت نکنید. بله. از طریق بی بی سی، دوست عزیز، از طریق بی بی سی اعلان کردن که ما ناپاک هستیم. ما حق نداریم بگیم که ما اینا ناپاک هستن و ما پاک هستیم. ما یک داریم. بله، شما حق دارید از خودتون دفاع کنید. بله، شما حق دارید از خودتون دفاع کنید. ولی سوال من این بود که کمیسیون مشکلات زیادی داشته، هممون میدونیم، تأکید دارید که باید زود کار خودش رو انجام بده، کمیسیون میدونیم که آمادگی نداره، دلیل این تأکید شما چیه؟ ما اصلا اول چند چیز ما میخواییم. اول خواست تیم ما ایست که تمام آرای پاک و ناپاک، آرای معتبر و غیر معتبر ما میگیم میشه، باید از هم تفکیک شوه و در یکانه راهی که ای آرا باید تفکیک شوه، آرایی که مورد شک و تردید است باید دیده شوه، یا تفتیش شوه یا بازشماری شوه، و بعد از اینکه تفتیش صورت میگیره به اساس طرز العمل یا به طرف بازشماری میرین یا به طرف شمول از آرا با آرای با اعتبار. ما میگیم که بگذارین کمیسیون کار خود مستقلانه به پیش بره. همین کمیسیونی که تمام کاندیدها در انتخاب کمیشنرهایش رول داشتن، دکتر غنی یک رای داشت، اما در اینجا عبده کاندید دیگه هم در انتخاب از این کمیشنرها رول داشتن، هم کمیسیون انتخابات و هم کمیسیون شکایت انتخاباتی. پس اینا چون میبینن که نمیتونن ببرن، حتی بالای کمیشنرهایی که خودشان انتخاب کردن آل انتقاد میکنن، و اینا خودشان از یک طرف میگن که باید آرای پاک و ناپاک اترس یا اترس، زمان، قید زمانی، جی پی اس یا هر چیز دیگه که میگن، اینمی ادعایی که اینا دارن یگانه رای که میتونیم ثابت بسازیم که رای معتبر و رای غیر معتبر چی است، باید به طرز العمل مراجعه شود. طرز العمل و قوانین انتخابات و قانون اساسی افغانستان همش روشن است. یک چیز دیگه را که اینا فراموش میکنن به نظر ما، اینا فکر میکنن که انتخابات راجع به کاندید از ایناست، در حالی که انتخابات راجع به مردم افغانستان است. ما میخواهیم آرای مردم افغانستان پاک معلوم شود که باید مطابق با قوانین انتخابات و همون طرز العملی که شما بهش اشاره کردید انجام بشه. در هر صورت شما از جمله ناظرانی بودید که بر شمارش آرا تا اینجا که البته خیلی کند انجام شده، مشکلات زیادی داشته، نظارت داشتید. شما میگید که نباید دخالت بکنن در کار کمیسیون انتخابات، خود شما دخالتی رو دیدید؟ ما اول خود دخالت سبب سکتگی در کار شده. کار کمیسیون چندین بار توسط همین تیم ثبات و همگرایی که بسیار به ثبات پیش رفته مختل گردیده، ورنه کمیسیون انتخابات بسیار امکان داشت که امو تقویم اولی را مراعات بکنه. ما تمام روز تهدیدها را میشنویم، میبینیم که حتی کاندیدهایشان بالای با کمیشنرها تلفن میکنه و تهدید میکنن. ما میبینیم که خود افراد از اینا آمدن مسلح داخل کمیسیون شدن. ما میبینیم که از راه های غیر قانونی داخل کمیسیون شدن، شبانگام داخل کمیسیون شدن. ما میبینیم که از طریق رسانه های و فضای مجازی و صفحات اجتماعی اینا تیم های مختلف تهدید میکنن و تاپا میزنن و لیبل میزنن. از هیچ نوع تهدید دریغ نمیکنن و بسیار با سطح پایین مدنی،
برخورد میکنن و شما شمه گفتارشان از امی آقای عثمانی شنیدین شما که یک تیم کلش هم میگن ناپاک است، آرایی که میگن به ما رسیده کلش آرای ناپاک است. در هر صورت آیا اینا فرشته های آسمان هستند؟ خب آیا اینا از آسمان پنجم هفتم پایین شدن؟ آقای سلطان زوی، ما میدونیم که آقای عبدالله جمله اولین کسانی بوده که به شکسته شدن قفل یکی از مراکز انتخاباتی اعتراض کرده، بنابراین بخشی از این اتهام هایی که شما مطرح میکنید رو اونها متوجه تیم شما میدونن. در هر صورت اعلام نتیجه اگه به تاخیر بیفته از نظر شما چه خواهد شد؟ اول در مورد قفل باید بگم که اولین کسانی که از این قفل خبر شدن و داخل کمیسیون شدن خود از این تیم بودن. اینا را کی احوال داده در اون نیمه شب؟ ما خود گفتیم که هرچی قانون میخواه همون کار بکنن، کسانی که کار کرده باید به پنجه قانون معرفی شوند. ما در اونجا نبودیم در نیمه شب، اما اینا با نیمه شب از رای غیر قانونی داخل کمیسیون شده بودن. این را کی جواب میده؟ یا باید تعقیب شود؟ خب البته باید بررسی بشه، بررسی هم داره انجام میشه. گروهی از افراد نزدیک به تیم شما حرف از پیروزی قاطع آقای اشرف غنی میزنن، حتی درصد میدن، میگن که نزدیک به 60% رأی آوردن. از کجا به چنین نتیجه رسیدید؟ ما نتایج انتخابات میگذاریم که طبق قانون کمیسیون انتخابات اعلان بکنه، مگر در عین حال اوراق نتایج در روز انتخابات عکس برداری شده، برای تمام کاندیدان در محلات داده شده و او به ما فرستاده شده و به اساس تخمین های بسیار نزدیک به حقیقت ما تخمین های خود به ما شکل عیار می سازیم، اما از اعلان ابا می ورزیم برای اینکه این وظیفه ما نیست و حق قانونی کمیسیون انتخابات است که اعلان برنده و دیگه آرا را بکنه. تقریبا نزدیک به 700-800 هزار رأی از دور شمارش باطل شد بعد از روز برگزاری انتخابات. این در وضعیت شما تغییر ایجاد نکرده؟ نه اصلا. میخوایم تصحیح بکنم این موضوع را. تا حال هیچ یک رأی باطل نشده، برای اینکه تا که شمارش ختم نشود بطلان آرا آغاز نمیشه. ما هنوز در حالت تفتیش و شمارش هستیم، پس شمارش اگر ختم نشده باشه هیچ رأی باطل نشده. در مورد 700 هزار باید عرض بکنم که روزی که کمیسیون انتخابات به این رقم رسید یک تخمین بود که به اساس توزیع دستگاه های بایومتریک این رقم اینا تخمین کرده بودن که به اندازه که دستگاه های بایومتریک در افغانستان تقسیم شده بود به محلات، به مو اندازه یا فکر میکردن که به صورت وسطی یک چیزی میانگی نگرفته بودن. اما وقتی که دیدن که یک تعداد از این محلات بسته شد در روز انتخابات و یک تعداد آله های بایومتریک برگشت و یک تعداد رای نداشت، به او اساس تخمین خود پایین آوردن. این رای باطل نشده بلکه تخمین تغییر کرده. خب گام بعدی شما چیه؟ در هر صورت کمیسیون میگه که احتمال داره 5 روز دیگه نتایج ابتدایی رو اعلام بکنه، شما هم اصرار دارید. اگر چنین چیزی نشه شما چه خواهید کرد؟ ما زیاد امیدوار هستیم به خاطر اینکه این بار امی بازشماری که صورت میگیره در ولایات مختلف است و ناظرین در هر ولایت وجود داره، اعضای کمیسیون در هر ولایت وجود داره، حجم کار در هر ولایت به اندازه نیست که کسی سکتگی وارد کرده بتانه. در ولایت حد اکثر 200 یا 100 یا 150 یا 120 یا 50 محل در بعض ولایت یا 10 محل در بعض ولایت بازشماری میشه و ای اگر کمیسیون کسی مزاحمت نکنه و کمیسیون هم به کار خود درست آغاز کرده باشه، من فکر میکنم که در 5 روز کافی است که بازشماری تکمیل شود و ما تاکید میکنیم که کمیسیون به تقویم خود استاده باشه و تقویم خود احترام بکنه، برای اینکه این تقویم دوم است. تقویم اول متاسفانه به اساس سنگ اندازی های تیم ثبات و همگرایی به تعویق افتید. این بار کمیسیون باید استقلال خود حفظ بکنه، نگذاره که هیچ تیم مزاحم شود. سپاسگزارم از داوود سلطانزوی، عضو ستاد انتخاباتی دولت ساز به رهبری اشرف غنی از کابل با ما. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نظارت بر اثرگیری غنی‌سازی اورانیوم در تاسیسات فردو به این تاسیسات دعوت شدند.
بهروز کمالوندی گفته بازرسان آژانس قرار است فردا از نمونه ها در فردو بازدید کنند. در همین حال حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا گفته شکست برجام ممکن است این تفکر را تقویت کند که ایران چون نمیتواند از مزایای برجام استفاده کند بخواهد از معاهده NPT بیرون بیاید، هرچند ایران در شرایط فعلی چنین گزینه‌ای را به نفع منافع کشور نمی‌داند. بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگردان تحریم ها ایران تاکنون در 4 مرحله ذات خود را در چارچوب توافق هسته‌ای کاهش داده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد. سه روز از آغاز گام 4 ایران برای کاهش تعهداتش در برجام می‌گذرد. گامی که طی آن ایران به سانتریفیوژهای مرکز هسته‌ای فوردو در جنوب قم گاز تزریق کرد و غنی‌سازی در این تأسیسات را از سر گرفت. اقدامی که به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با آغاز برجام قرار بوده تا 15 سال دیگر انجام نشود. این کار از چند روز پیش شروع شد. شروعش هم با انتقال یه سیلم بود از سایت شهید بعدی روشن. حدود 2000 کیلو UF6 یا اگزافلوراید منتقل شد. اقداماتی که آقای کمالوندی میگوید زیر نظر آژانس انجام شده و آنها قرار است فردا نمونه مواد تهیه شده را هم ببینند. اما از تحولات چند روز اخیر موضوعی هست که همچنان مبهم باقی مانده. جلوگیری ایران از ورود یکی از بازرسان سازمان بین المللی انرژی اتمی به تأسیسات نطنز که هفته پیش صورت گرفت. در واقع سیستم الارم، سیستم کنترلی نشون میداد که ایشون این بازرس یا آغشته هستش به مواد یا موادی همراهش هستش. خب این بارها کنترل شد. یه گزارش کامل ما با آژانس دادیم. آقای غریب آبادی این رو در شورای حکام مطرح کردن و به نظر ما اعضا هم متقاعد شدن بگذاریم از امریکا و رژیم صهیونیستی، احتمالاً یکی دو تا کشور حاشیه خلیج فارس. اما موضوع دیگری که آقای کمالوندی امروز برای اولین بار به آن اشاره کرد مسئله ترقوزآباد است. یعنی فرض بفرمایید الان این موضوعی مثل ترقوزآباد میتونه همین الان تو 4 تا 5 کشور باشه. ما نمیخوایم بگیم الان مثلا فرض کنید با آلوده کردن مثلا فرض کنید مثل اسرائیل و فلان یا فرض اصلا این اونجا رو اینقدر مهم بکنیم بگیم همچی آلودگی داره که مثلا حالا چیز کردن. واقعا مسئله مهمی نیست، یه مسئله کوچیکیه که کاملا قابل حل هستش. خبرگزاری رویترز حدود 2 ماه پیش از قول 2 دیپلمات گزارش داد که آژانس بین المللی انرژی اتمی در نمونه های آزمایش شده از یک انبار اتمی مورد ادعای اسرائیل در ترقوزآباد در نزدیکی تهران آثار اورانیوم کشف کرده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مهر پارسال در نشست مجمع عمومی سازمان ملل با نشان دادن یک نقشه و تصویر سردر ساختمانی در ترقوزآباد گفت کشورش از چند ماه قبل اطلاعات انبار مخفی هسته‌ای ایران در این محل را به آژانس داده اما این نهاد اقدامی نکرده. سخنانی که مقام‌های ایران در واکنش به آن پوزخند زدند. جدی جدی فکر می‌کنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار می‌ذارن. این دفعه دید ارجاعش شدن به دلغزاباد. امروز حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا در توییترش نوشت شکست برجام طبعا این تفکر را که ایران به دلیل عدم بهره‌مندی از حقوق خود در زمینه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای باید از NPT خارج شود را تقویت می‌کند، هرچند ایران در شرایط فعلی چنین گزینه‌ای را به نفع منافع کشور نمی‌داند. در این حال واکنش کشورهای مختلف به گام 4 ایران همچنان ادامه دارد. وزیر خارجه آمریکا گفته نگران عدم همکاری کافی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی است. باید این کاهش تعهداتی را که دولت جمهوری اسلامی بیان کرده، اعلان کرده و گفته این را به طور دقیق و به طور کامل و جامع باید انجام بدن و ادامه پیدا کنه. تا وقتی که به نتیجه مطلوب برسیم ما که قطعا هم انشاءالله به فضل الهی به نتیجه مطلوب خواهیم رسیم. دستور رهبر ایران به مقام‌های هسته‌ای خط مشی که به نظر فعلا ادامه خواهد داشت. ایران اما همچنان امیدوار است که 4 گام صورت گرفته بتواند کشورهای غربی را
برای برداشتن گام‌های عملی برای برخورداری ایران از منافع برجام متقاعد کند. مهدی بیگی، بی بی سی. اولی هاینونن، معاون اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مشاور ارشد علوم و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها از نیویورک روی خط تلفن با ما هستند. آقای هاینونن، یکی از بازرس‌ها متهم شده که گویا موادی ممنوعه همراه خودش داشته و به همین دلیل ایران اون رو اخراج کرده. شما از تجربه خودتون بگید، آیا بازرس‌ها میتونند چنین موادی رو با خودشون حمل بکنند؟ قطعا نباید چنین کنند. من فکر میکنم که در این مورد خاص ایرانی ها باید خیلی توضیح بدن که چه اتفاقی افتاده. من در بیش از 30 سال تجربه خودم به عنوان رئیس پادمان ها هرگز چنین اتفاقی برام نیفتاده بود و هرگز پیش نیامده بود که یک بازرسی رو از یک کشوری اخراج کنند. باید همواره به خاطر داشته باشیم که بازرسان یک سری حقوق دیپلماتیک دارن. بنابراین الان باید به نظر من آژانس تا نهایت این امر تحقیق کنه و ببینه که جریان چی بوده و به صورت عمیق بهش رسیدگی کنه و به نظر من این اتهام ها بی اساس هستند. اولین واکنش آژانس این بود که همچی چیزی حقیقت نداره و دیگر بازرسان هم که اونجا بودن همچین عقیده‌ای دارن. به نظر من این یک مسئله خیلی جدی است وقتی که از یک بازرسی برای یک بازرسی مانع ایجاد میشه برای انجام کارش. کشوری مثل ایران یا هر کشور دیگری که مورد بازرسی قرار میگیره آیا چنین حقی داره بر اساس قوانینی که اون رو پذیرفته؟ واقعا نه، مگر اینکه یک قانون شکنی صورت گرفته باشه. اما من فکر نمی کنم ما هیچ شواهدی مبنی بر اون داشته باشیم. بله، البته بازرسان باید قانون کشور میزبان رو رعایت کنن، ولی خب مثلا قانون ترافیک هم هست. وقتی که اونا به یک محلی میرن، به یک تأسیساتی میرن، نباید مواد ممنوعه با خودشون ببرن. ولی خب بازرسان دقیقا میدونن که چه کار میتونن بکنن، چه کار نمیتونن بکنن و بنابراین من فکر میکنم که این خیلی عجیبه و باید واقعا این تا کنه قضیه بررسی بشه و تحقیق بشه و ایران باید توضیح بده به آژانس که چه اتفاقی افتاده اینجا. و ما تا اینجا بیانیه بقیه بازرسان رو هم داشتیم که اونها هم ابراز تعجب کردن از این واقعه. از نظر شما معنا و مفهوم این حرکت چی میتونه باشه؟ آیا دلیلش این است که گویا ایران از این نظارت ها راضی نیست و میخواد اونها رو محدود بکنه؟ بله، من میتونم فکر کنم شاید یک مقدار ارعاب درش باشه، اینکه بخوان پیامی رو به بازرسان بفرستند که باید کارشون رو به یک نحو خاصی انجام بدن. این اولین باری نیست که آژانس در ایران مشکل داشته. چند سال پیش هم در سالهای گذشته دیدیم که ایران تا حدی ناراضی بود از روند انجام کار و صحبت‌هایی در این باره شد و در نتیجه اون ورود بازرسان رو به ایران در بعضی موارد این کشور مانع شد. اما هیچ موردی مثل این نداشتیم تا اینجا که یک بازرسی که در خود ایران هست اخراج کنه. به نظر من آژانس جامعه بین‌المللی باید این قضیه رو خیلی جدی بگیره و البته باید باید به این قضیه به طوری نگاه بشه که اگر ایران واقعا میخواد بخشی از رژیم منع گسترش سلاح‌های سیاهی گسترش سلاح‌های هسته‌ای باقی بمونه، باید که وضعیت به طوری باشه که هر از چندگاهی به صورت سرخود چنین حرکاتی رو از خودشون نشون ندن. بنابراین این یک پترن یا یک الگوی رفتاری هست، یک جور حرکت تهدیدآمیزی میتونه باشه، ولی فکر نمی کنم که چیزی باشه که مثلا اتحادیه اروپا یا کشورهای امضا کننده برجام چنین رفتاری رو بپذیرن. ممنونم از اولی هاینونن،
مشاور ارشد علوم و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها. بیشتر از 70 نفر از دراویش گنابادی زندانی در ایران در یک هفته گذشته در اعتراض به وضعیت امنیتی و محدودیت‌های اعمال شده علیه نورعلی تابنده قطب این دراویش اعتصاب قضا کردند. بعد از درگیری‌های دو سال پیش در خیابان گلستان هفتم پاسداران تهران، محدودیت‌های گسترده علیه آقای تابنده اعمال شده و دراویش زیادی بازداشت و زندانی شدند. مجید افشار گزارش می‌دهد. گلستان هفتم، زمستان دو سال پیش. تجمع و بعد از آن دستگیری تعدادی از دراویش گنابادی در مقابل منزل نورعلی تابنده قطب دراویش. اعتراض به این دستگیری به درگیری خونین با نیروهای امنیتی منجر شد. درگیری که در آن دو بسیجی، سه مأمور پلیس و یک درویش کشته شدند. صدها نفر دیگر آن شب دستگیر شدند و بعدها یکی از دراویش به جرم قتل عمد اعدام شد. دو سال بعد از این حادثه هنوز حدود 90 نفر از دراویش در زندان‌های فشافویه و اوین در بند هستند. بیش از 70 نفر از آنها حالا در اعتراض به فشارها و محدودیت‌ها علیه نورعلی تابنده دست به اعتصاب قضا زدند. حتی بعضیشان در تماس با خانواده از آنها خداحافظی کردند، یعنی دیدار دیگری در کار نخواهد بود. در زندان فشافویه حدود 39 نفر در تیپ 4 از دراویش نگهداری میشن. در بند ویژه تیپ 4 زندان حدود 30 نفر در تیپ 2 زندان هستند و 9 نفر در بند هم دستگاه امنیتی هستند توی بند هم در زندان فشافویه. همه این افراد به طور خاص در روز 12 وقتی که با خبر شدن و مطمئن شدن از منابع که داشتن که تو تابنده دست از قضا کشیدن، از شروع کردن اعلام اعتصاب کردن. دلیل کسالت ایشون آزمایشاتی که امروز انجام شده ظاهرن یه مقدار کراتین خونشون بالاتر بوده و دلیلش هم همین. گرچه اطرافیان آقای تابنده اعتصاب قضای او را رد کردند، اما عده‌ای از دراویش در داخل و خارج از زندان معتقدند که او تحت نظر دائمی نیروهای امنیتی است و درباره آنچه از قول او منتشر می شود تردید دارند. این فشنگای پلاستیکی بود. اینجا. روایت دراویش از حادثه گلستان هفتم و رفتار مأموران امنیتی با دستگیر شدگان نگرانی‌هایی را از جمله برای نهادهای حقوق بشری برانگیخته. متأسفانه زمانی که ما را دستگیر می‌کردند به قصد کشت ما را می‌زدند، به قصدی که ما بمیریم. کاملا مشهود بود که اینا می‌خوان ما را بکشن. هستن. من خودم به عینه دیدم صحنه‌هایی رو که واقعا وحشتناک بود، واقعا وحشتناک بود. صحنه‌ای که انگشت یکی از فقرا رو با تیغ کاتر یکی از همین لباس شخصی یا برید و آویزون شد، این انگشت به پوست آویزون شد. و بعد اینکه رفتیم زندان سر ما رو می‌خواستن مثلا ببرن اونجا به ما رسیدگی کنن، رسیدگی نمی‌کردن. سرم از اینجایی که نشونتون میدم عفونت کرده بود، اینجا سرم عفونت کرده بود. که عفونت کرده بود ما با در کنسرو ماهی باز کردیم سرمونو. آغاز کشمکش ها بین نیروهای امنیتی و دراویش به دهه 80 باز می‌گردد. بهمن 1384 ماموران امنیتی به منزل و حسینیه احمد شریعت از بزرگان سلسله نعمت اللهی در قم هجوم بردند. در حالی که صدها درویش برای جلوگیری از تخریب این خانه تجمع کرده بودند، خانه را به آتش کشیدند. ده‌ها نفر در این حادثه زخمی و صدها درویش دستگیر شدند. اتفاقات مشابهی برای حسینی‌های دراویش در شهرهای اصفهان و بروجرد در سالهای بعد افتاد. حالا دراویش و خانواده‌های زندانیان نگران جان کسانی هستند که در زندان اعتصاب کردند، در اعتراض به حکم‌های طولانی مدت و فشارها علیه قطبشان.
مجید افشار، بی بی سی. امروز بسیاری از رهبران کشورهای اروپایی در آلمان گرد هم آمدند تا 30مین سالگرد فروپاشی دیوار برلین را گرامی دارند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در این مراسم از همتایان اروپایی خود خواست تا برای حفظ ارزش‌های این اتحادیه بجنگند و از آزادی دفاع کنند. مینا جوشغانی گزارش می‌دهد. حدود 3 دهه آلمان را تجزیه کرده و بین اعضای خانواده‌های آلمانی جدایی انداخته بود. دیواری بتونی که میان کمونیسم و کاپیتالیسم ایستاده بود. امروز 30 سال از فروپاشیش می‌گذرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز در مراسم گرامی داشته 30 سالگی اتحاد دو آلمان از یاد کسانی گفت که از این تجزیه بیشترین آسیب را دیدند. ما هرگز قربانیان را فراموش نخواهیم کرد. می‌خواهم از کسانی یاد کنم که در راه برای گذر از این دیوار و در راه آزادی جان دادند. کسانی که در تلاش برای عبور دستگیر و زندانی شدند. از کسانی که از ظلم و ستم رنج بردند. خانم مرکل که 28 سال از زندگیش را در آلمان شرقی گذراند، در زمان فروپاشی دیوار یک پژوهشگر علمی در برلین شرقی بود. او گفت سرنوشت دیوار برلین به ما آموخت که هیچ دیواری که برای فاصله انداختن بین مردم و گرفتن آزادیشان برپا شده باشد، آنقدر عریض و طویل نیست که نتوان آن را فرو ریخت. در مراسم امروز رؤسای جمهوری لهستان، مجارستان، جمهوری چک و اسلواکی خانم مرکل را همراهی کردند. او سخنرانیش را با یک بیت از شعر راین کونسه، شاعر آلمانی، درباره دیوار برلین به پایان رساند. این در مورد همه ما صادق است، چه شرق چه غرب. حالا که تاریخ جلوی من عیان شده، بدون هیچ بهانه ای از دموکراسی و آزادی دفاع کنیم. خانم مرکل از وجود نابرابری میان مردم شرق و غرب آلمان حتی امروز سخن گفت و رهبران اروپایی را به مبارزه برای حفظ ارزش‌هایی دعوت کرد که اروپا بر پایه آن بنا شده، یعنی آزادی، دموکراسی، برابری و پاسداری از حقوق بشر. مینا جوشغانی، بی بی سی. کلید تخریب دیوار برلین که یک شبه خانواده‌های زیادی رو برای سالها از هم جدا کرده بود و حدود 28 سال نمادی از جدایی شرق از جهان غرب و جنگ سرد بود، در 9 نوامبر 1989 زده شد. دولت آلمان شرقی تحت فشار اعتراضات مردمی و بین‌المللی اعلام کرد که مرزهای برلین شرقی و غربی باز است و شهروندان برلین شرقی بدون محدودیت می‌توانند در تمام برلین رفت و آمد کنند. آلفرد یعقوب‌زاده، عکاس ایرانی مقیم فرانسه، آن روزها برای ثبت این واقعه تاریخی در برلین شرقی بود. سیامک محیط‌زاده در گزارشی وقایع آن روزها را با استفاده از عکس‌ها و مشاهده‌های آلفرد یعقوب‌زاده به تصویر کشیده. نوامبر 1989 من در منزلم بودم با یکی از دوستان،
داشتیم اخبار می دیدیم که یک دفعه خبر رسید تمام دروازه های برلین بازه. دوستم پیشنهاد کرد که خب پس بریم، ما هم گفتیم بریم و اولین هواپیما رو گرفتیم و رفتم به برلین. به راننده تاکسی گفتم که منو ببر به چک‌پوینت 4. بعد من پیاده رفتم به طرف مرز آلمان شرقی که پر نیروهای انتظامی و سربازهای آلمان شرقی بودند و ماشینا داشتن همینجوری وارد می‌شدن و مردم همه داشتن دست دست می‌زدن و جشن می‌گرفتن. در همین حین من یک ماشین قرمز رو دیدم و دنبال این ماشین قرمز دویدم و به خودم مثلا خلاصه یه ایده دادم که این ماشین قرمز تقریبا شبیه پرچم روسیه است و داره به طرف غرب فرار میکنه. خب خیلی خوشحال بودم که بتونم این مثلا عکس رو با ماشین قرمز بگیرم و دیدم مثلا مردم در ماشین رو باز میکنن و پنجره هم خب باز بود، درها رو باز میکردن و شهروندان آلمان شرقی رو شروع کردن به مارچ و بوسه. الان جلوی براندنبورگ گیت ایستادم. 30 سال پیش دست راستم دیوار برلین بود، یعنی این قسمتی که ایستادم آلمان شرقی بود. ساعت 10 شب رسیدم اینجا، دیدم پر تظاهر کننده بود که سعی کردن از دیوار برن بالا و پلیس شروع کرد به عقب روندن تظاهر کننده ها و تظاهر کننده ها رفتن بالای دیوار و شروع کردن با پتک و سنگ دیوار رو شکوندن. تقریبا نزدیک های ساعت 5 صبح بود که موفق شدن دیوار رو بکشن پایین. باز پلیس آلمان شرقی حمله کرد و دیوار رو کشید بالا. تقریبا نیم ساعت کلنجار دیوار اومد پایین و تمام مردم آلمان شرقی خیلی خوشحال بودن و شهروندهای آلمان غربی اومدن به طرف پلیس، شروع کردن به دست دادن با پلیس آلمان شرقی و تقریبا خاتمه این دیوار بود. یازده نوامبر بود که تقریبا 2 روز من نخوابیده بودم که یه دفعه خبر اومد قرار دیوار برلین از طرف پوتسدام پلاتس، یعنی نیروهای آلمان شرقی و غربی با هم باز بکنن و یک کلیدوری برای مردم آلمان شرقی بشه که بتونن بیان به آلمان غربی. و اون لحظه‌ای بود که آلمان شرقی و آلمان غربی باز هم متحد شد و تبدیل شد به یک آلمان دموکراتیک. حدود 2 سال بعد از شکست اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان، هزاران کیلومتر دورتر از این کشور دیوار برلین فرو ریخت، دیواری که نماد قدرت و جدایی و استقلال شوروی با جهان سرمایه‌داری و غرب بود. خیلی‌ها اعتقاد دارند که فروپاشی دیوار برلین ریشه در شکست شوروی در افغانستان دارد. نصیر اندیشه، سفیر و نماینده دائم افغانستان در ژنو سوئیس با ما هستند. آقای اندیشه، تا چه اندازه شما این نظر رو تایید میکنید که گویا دیوارهای یا در حقیقت خشتهای دیوار برلین از افغانستان ترک برداشت؟ خب تشکر، سلام بر شما و بینندگانتان. یک مقوله علم تاریخ است که میگن
حوادث و وقایع بزرگ تاریخی لزوماً دلایل بسیار بزرگ و منسجم نمی داشته باشه و دلایل بسیار کوچک و آنی هم می تانه باعث یک واقعی بزرگ شد. و می اساس یک دیدگاه وجود داره که شکست اتحاد شوروی در افغانستان یکی از عوامل مؤثر در فروپاشی دیوال برلین است. اگرچه دانشمندان و متخصصین روابط بین المللی و علوم سیاسی سه نوع عوامل، عوامل سیستماتیک یعنی مشکلات داخلی خود اتحاد شوروی، مشکلات داخلی سیستمی بلوک شرق و همچنان مشکلات عمومی ساختاری جهان از جمله عوامل حساب میکنن و همچنان کش یا بود شخصیتی رهبرای را مثل میخائیل گورباچوف، دور دوم رئیس جمهور ریگان، آقای هلمت کول، خانم تارچر و همچنان حتی بعضی بر بعضی مردم ها امو یک قماندان پلیس پوسته که به نام هرالد جگر بوده و اجازه داده که بدون به اصطلاح پوسته کلان را یا در بزرگ را باز کرده برای آلمان شرقی ها تمام از این عوامل مؤثر می‌دانند. ولی در قسمت نقش مجاهدین افغانستان و جهاد افغانستان معلوم دار که یک نقش و سهم غیر قابل انکار و مهمی داشته، اگرچند در این قسمت افراط و تفریط صورت گرفته، یعنی بعضی ها از مجاهدین در این قسمت افراط کردن و بعضی از دانشمندان علوم بین المللی که اصلا هیچ ایرا مرتبط نداشتن تفریط کردن. به نظر من فکر میکنم که چهار نوع تاثیر را به شکل مستقیم و غیر مستقیم این تأثیرات رو اگه مختصر بگید، اگر برای هر چهارتاش بخواید توضیح زیادی بدید شاید از حوصله برنامه بیرون باشه. نه فقط ما فقط خلاص میخوایم که امی خلاص برشان اشاره کنم. تأثیر اولش بحث در قسمت مورال نظامی بوده، برداشت هایی که از قدرت و صلابت اتحاد جماهیر شوروی وجود داشته، آغاز جمع شدن اتحاد جماهیر شوروی و امپراتوریش، یعنی عقب نشینیش از افغانستان، خصوصا صلابت ارتش شماره 40، ارتش سرخ شماره 40 از افغانستان تاثیر مستقیم خودش داشته و یک شگاف بین مردم، یعنی بین رهبری سیاسی و رهبری نظامی اتحاد شوروی ایجاد میکنه. یک بله. و موارد دو سه تاثیر دومش سیاسی و ادراکی بوده در سطح خود رهبری که اینا دیگه نمیتونن با مداخله نظامی در کشورهای از این بلوک بتونن امپراتوری نگاه کنن. تاثیر سومش اما تاثیر دامینو یا شکست زنجیره‌ای است که وقتی از یک نقطه اینا شکست میکنن، بعدا جنبش های سولیداریتی در پولند، در هنگری و در این جایا باعث از این میشه که اونا هم از امی جهاد مردم افغانستان و از مبارزات مردم افغانستان درس میگیرن و آخرش کاهش مشروعیت خود نظام اتحاد جماهیر شوروی بوده، بحران مشروعیت به وجود میاره، تلفات ملکی بسیار زیاد میشه، یک شگاف بین روسها و غیر روسها به وجود میاد. در اینجا و همچنان همی نیروهای روسی که در افغانستان معلول میشن خود از یا به یک گروه فشار تبدیل میشن و اینا تمامش باعث از این میشه که تاثیر داشته باشه. سپاسگزارم از نصیر اندیشه، سفیر و نماینده دائم افغانستان در ژنو سوئیس. ما باید یادآوری بکنم که مطلبی هم در همین زمینه داریم در وبسایت ما با عنوان سقوط دیوار برلین، افغانستان چه نقشی داشت، از همکارم ضیا شهریار که میتونید اون رو هم مطالعه بکنید. ممنونم از همراهی شما با این برنامه 60 دقیقه.